سلام من علی شیرازی هستم و این برنامه دوشنبه 15 همه اردی و اشناه بررسی روزنامه هاست ادامه واکنش ها به همایش دلواپسیم طرفداران احمدی نژاد در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی از موضوعات مورد توجه روزنامه های امروز بوده که با هم به مرور آنها میپردازیم. روزنامه اعتماد در تیتر یک از طوفان اتهامزنی دلواپسان به دولت حسن روحانی گزارش داده و نوشته پایداری ها دلواپسند آنقدر که دیگر تا به تعامل مشورت و تعمل را ندارند به گفته خودشان منتقد دلسوز مردم هستند ولی دیگر مهلتشان به دولت تمام شده و میخواهند گلیم را از زیر پای دولت روحانی و یارانش بکشند خود را طرفدار آزادی بیان میدانند ولی آزادی را منحصر به خودشان معنا کرده و غیر خودی را واداده قرب فتنگر و وکیل و دوله لقب می دهند. این روزنامه نوشته اعضای جبهه پایداری از ریاست مجمع تشخیص مستعت نظام تا خبرنگاران را با کنایه و توهین و تخریب مورد نوازش قرار دادند ولی پای شعار که میرسد نگاه فرهنگی دولت را زیر سوال میبرند و حضور خاتمی در دانشگاه را توهین به عرصه فرهنگ کشور میدانند. به ظاهر اصولگرا هستند ولی راهشان آنقدر کج شده که چهره های میانه روی اصولگرایی آنان را از خودشان نمیدانند. اعتماد همچنین نوشته نماینده های جپه پایداری در مجلس که شنبه شب در سفارت سابق آمریکا طی همایشی تحت عنوان دلواپسیم عملکرد روحانی را در عرصه های مختلف منفی ارزیابی کرده بودند روز یک شنبه زیر سقف بهارستان با نوتخا و تذکرات متوالی دولت را به باد انتقادها و مخالفتها گرفتند روزی که در عین حمله همه جانبه پایداری ها به دولت با سکوت میان روهای مجلس دنبال شد روزنامه شهروند نیز در گزارشی با تیتر دلواپسان و کابوس حذف از سیاست نوشته حامیان محمود احمدی نژاد یا همان جبهه پایداری که با روی کار آمدن دولت هم ادبیات سیاسی جدیدی را در قالب نقد توافق ژنو برگزیدند در حالی که کشور در آرامش است نگرانی هایشان را به گونه فریاد می کنند که فریاد هایشان بیشتر از نگرانی ها و مضمون فریادهایشان شنیده می شود. این روزها با اشاره به اینکه منتقدان جن... این روزنامه با اشاره به اینکه منتقدان ژنو هر چند اسب تخریب را با شمایل انتقاد میتازند اما به نظر میرسد ماجرای انتقادهای آنها پشت پرده ای دارد از قول صاحب نظران نوشته پشت پرده حامیان پیشین محمود احمدی نژاد و اعضای فعلی جبهه پایداری ترس از ترد شدن از عرصه سیاست و برنامه هایی چون انتخابات آتی مجلس است. مصطفى آبدی هم در سرمقاله این روزنامه با عنوان دلواپسی از چه نوشته این اولین نشستی است که طی سه دهه گذشته از موضع منتقدین علیه یک سیاست رسمی برگزار می شود سیاستی که به طور مستقیم با منافع ملی در ارتباط است و تا کنون هیچ برنامه مشابهی نه تنها در این سطح بلکه در سطوح پایین تر از آن هم اجازه برگزاری نیافته است این اتفاق در شرایطی رخ داده که پیش از این مطبوعات و رسانه ها و حتی احزاب حق اظهار نظر یا نقد نسبت به سیاست های رسمی در موضوع مشابه را نداشتند و با کوچکترین اظهار نظری برخلاف این سیاست ها هزینه لازم را می پرداختند. نویسنده این مقاله تاکید کرده وجود این حد از آزادی نقد علیه سیاست های رسمی و مهم به ویژه در امور خارجی می تواند گام اساسی در مسیر بست و توسعه آزادی های سیاسی و بیان تلقی شود مشروط بر اینکه این قاعده برای همه افراد و گروهها و در همه موضوعات سیاسی و غیر سیاسی برقرار باشد نه آنکه فقط ای در تهران و در یکی از نمادین ترین اماکن سیاسی یعنی سفارت سابق آمریکا تا این حد آزادی بیان را تجربه کنند و در مقابل و همزمان در نقاط دیگر کشور حتی مانع از برگزاری یک نشست عادی و محدود شوند در ادامه مقاله شهروند آمده دلواپسی اصلی جای دیگری است قضیه از این قرار است که دولت جدید در حال باز کردن گرهی است که بیهوده و به دست دولت قبلی زده شده بود و باز شدن این گره به منزله کاهش و رفع نسبی تحریم ها و بهبود شرایط خارجی کشور است و با رفع تحریم ها انتظار می رود که اقتصاد ایران در مسیر درست و باثبات قرار گیرد در این صورت مردم بیش از پیش متوجه نادرستی های سیاست دولت قبلی خواهند شد داوود محمدی هم در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان دلواپسی ملی یا جناهی نوشته در کوران مدیریت اجرایی و دیپلماسی هسته‌ای نادرست احمدی نژاد که تشدید روزافزون تحریم‌ها و فشرده سازی صفوف منتقدان جهانی ایران را در پی داشت، آمارها از تنگنای وضعیت مردم حکایت داشتند. از جمله سال 91 نرخ رشد منفی 8.5 درصدی، نرخ بیکاری 12.2 درصدی، عقب ماندگی 35 درصدی دخل خانوار از خرج، خط فقر 51 میلیون تومانی، سه میلیون معتاد، مصرف شیشه توسط چهار درصد از دانش آموزان، فرار مغزها و درخواست خروج از کشور پنجاه هزار دانشی و غیره. سردبیر روزنامه شرق با این مقدمه پرسیده دلواپسان که قاطبه آنان از دولت مردان احمدی نژاد یا حامیان پراپاغرس دو دولت او بودند چرا همایشی برای درخواست اصلاح سیاست های غیر کارشناسی دولت احمدی نژاد برگزار نکردند؟ در سال پایانی دولت دوم احمدی نژاد و نیز پس از تحویل دولت به روحانی که علاوه بر افشای سرنوشت نامعلوم 800 میلیارد دلاری از درآمدهای نفتی دولت‌های نهم و دهم ده ارقام و آمارهای خیره کننده از عدم واریز درآمدها به خزانه منتشر شده بود سوال مقاله شرق ادامه یافته چرا دلواپسان همایشی تشکیل نمیدهند و پیگیر بازگرداندن مبالغ نجومی به قارت رفته و برخورد با متهمانی که به تق... تعبیر روحانی به بهانه دور زدن تحریم ها پول ملت را به جیب زدند نمیشوند چرا در میان انبوه چالش های ریز و درشت کشور که عمدتا میراث دولت پیشین است فقط دیپلماسی هسته روحانی که از غذا اثرات مثبتی همانند کاهش تحریم ها و کوتاه کردن دست راندخاران از تحریم ها را داشته دلواپسی آنان را بر نینگیخته تا فراخانه شورش دهند روزنامه آفتاب یزد نیز در تیتری یک از حمله بهارستان واکنش پاستور و مناظره غیر مستقیم میان نمایندگان تندرو مجلس نهم و رئیس جمهور خبر داده. این روزنامه نوشته دیگر تنها احزار وزرا به مجلس در دستور کار نیست و به نظر می رسد یک جریان خاص قصد دارد با همه توان علیه دولت اقدام کند و از همین رو در اولین جلسه بعد از تعطیلات یک هفته مجلس صبح یک شنبه سه, ناطق میان دستور در اظهارات تندی بخش مختلف دولت و رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار دادند. آفتابی از نوشته مهدی کوچکزاده از اصولگرار یان تندروی مجلس در نطق خود مشروعیت رأی حسن روحانی را زیر سوال برد و به سیاست های کلی دولت شخص حسن روحانی و وزرای خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به در معرض تحریف بودن اصل انقلاب اعلام خطر کرد. به نوشته این روزنامه الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز برنامه های اقتصادی دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد ولی رضا زاکانی دیگر نماینده اصولگرا نیز به سیاست های فرهنگی دولت انتقاد کرد این روزنامه همزمان از پاسخ حسن روحانی به منتقدان اصولگرای دولت یازدهم خبر داده و از قول وی نوشته دولت میخواهد با منطق با دنیا سخن بگوید به گزارش آفتابی از حسن روحانی روز یک شنبه در آین تجلیل از اساتید و اعضای هیئت علمی نمونه کشوری خطاب به منتقدانش گفت آنچه من میفهمم این است که این کشور با تقابل نمیتواند در دنیا موفق باشد و راه این دولت راه تعامل سازنده با دنیاست. اما وقتی ما از تعامل سازنده حرف میزنیم میگویند میخواهید با دنیا بسازید نه خیر پس میخواهیم در برابر دنیا خنجر بکشیم به نوشته این روزنامه حسن روحانی گفته ما میخواهیم با دنیا منطقی صحبت کنیم و مسائلمان را حل کنیم ممکن است در مواردی مشکلات حل نشود اما صد درصد راه حلی دارد که باید دنبال راه حل بگردیم چرا که این دولت معتقد است در این کشور تحریم ظلم بزرگ برای ملت ایران است حالا اگر کسی از تحریم خوشش می آید استدلال بیاورد و بگوید دلیلش چیست همزمان روزنامه جوان ویژنامه با عنوان هسته های معلق در انتقاد به توافق هسته ژنو مذاکرات هسته ای و دیپلماسی دولت حسن روحانی منتشر کرده روزنامه جوان در این ویژنامه تاکید کرده که اگر صد بار هم با جانکری وزیر خارجه آمریکا مذاکره کنیم مشکلات داخلی حل نمی شود. این روزنامه همچنین از قول ناصر نوبری یکی از سفرای جمهوری اسلامی در دوره دولت احمدی نژاد نوشته توافق ژنو یعنی توان استراتژیک خودمان را به پول به پول خودمان بفروشیم. روزنامه جوان همچنین در این, با این ویژنامه بار دیگر گزارشی درباره اظهارات عباس عراقچی از معاونان جواد ظریف درباره عدم شناسایی حق قنیسازی در توافق ژنو منتشر کرده و نوشته دیگر نمیتوان به قنیسازی بدون اجازه آمریکا فکر کرد این اظهارات در حالی در ویژنامه روزنامه جوان منتشر شده که عباس عراقچی چند هفته پیش چنین اظهاراتی را تکذیب کرده بود و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران اختار رئیس مجلس به مخالفان مذاکره هسته دنیای اقتصاد بازی پر ریسک با سود بانکی جمهوری اسلامی حمله برنامه ریزی شده چهار نماینده عضو وابسته جپه پایداری به دولت همشهری استانداری تهران اعلام کرد کرایه های جدید از فردا می آیند وطن امروز افشاگری درباره ادعای بنزینی ابرار نماینده شادگان وزارت راه در مرگ سه جوان روستایی مقصر است. اطلاعات تشکیل کمیته ویژه رفع بحران آب 14 شهر بزرگ کشور روزنامه کیهان علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی را به خاطر حضور و سخنانش در جمع کلیمیان و در یک کنیسه در شهر شیراز به شدت مورد حمله و انتقاد قرار داده. این روزنامه در گزارشی سخنان علی یونسی در شیراز را اظهارات عجیب و بیپای و اساس دستیار ارشد رئیس جمهور توصیف کرده و نوشته دستیار ارشد رئیس جمهور در سفر به شیراز طی اظهارات عجیب و غریب از نزدیکی حکومت بنی اسرائیل به اصلاح طلبان خبر داد و خواهان بازگشت نشان شیر و خورشید شد. کیهان اشاره کرده که علی یونسی طی سخنانی در شیراز گفته پرچم سرنگ ایران سابقه بسیار قدیمی دارد این یک نماد ملی است ادعای خیال می‌کردند نماد شیر و خورشید در میان پرچم ایران یک نماد سلطنتی است اما اینگونه نیست شیر نماد امام علی و خورشید نماد پیامبر است و تنها تاجش مربوط به شاه بود اگر من باشم هلال احمر را تغییر می دهم و شیر و خورشید را جایگزین آن می کنم البته برای هلال احمر هم احترام قائلم کیهان همچنین نوشته سخنان عجیب و غریب یونسی در شیراز به آرزوی بازگشت نشان شیر و خورشید محدود نیست و وی در جریان این سفر در جمع یهودیان نیز حاضر شده و در اظهاراتی بی ربط مدعی شد فرهنگ ایران ارفان طلب است و بیشتر روح دین و مذهب را طلب می کند تا ظواهر و مناسک را اما اما میبینیم که گهگاهی سینزنی را تا پاسی از شب انجام میدهند. اما زمانی اندکی برای نماز اختصاص میدهند. البته من در این مقام نیستم که مناسک را رد کنم. من روحانی هستم و مناسکگرا اما روح ایرانیان اینگونه است. حسین شریعت مداری هم در سرمقاله کیهان علی یونسی را به دلیل این سخنان به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته این اظهارات چه ارتباط و ضرورتی برای هموطنان یهودی دارد مگر مسئله آنها سینزنی یا دغدغه برای نماز است که دستیار ارشد رئیس جمهور نگران است مبادا سینزنی آنها زیاد طول بکشد و خدای نخواسته نماز صبحشان قضا شود سر مقاله نویس کیهان همچنین نوشته اساسا چه نیازی بود که آقای یونسی مسائل اختصاصی اسلام و تشیع را در جمع هموطنان یهودی مطرح کنند اگر ایشان نسبت به مسائل یاد شده درباره سینزنی و عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین توصیه‌ای دارند به حکم عقل و شر باید در جمع عالمان دینی مطرح فرمایند تا در صورت لزوم پاسخ روشنی نیز دریافت کنند حسین شریعت مداری با اشاره به اینکه علی یونسی گفته امروز حکومت بنی اسرائیل هم در نسل جدید به آنچه نسل جوان ایران در خصوص همزیستی و اصلاح طلبی میگوید نزدیک شده نوشته باید از ایشان پرسید که منظورشان از حکومت امروز بنی اسرائیل کدام حکومت است؟ آیا بنی اسرائیل در صحرای آریزونا، قطب شمال، جنگرهای استرالیا و یا نقطه دیگری از کره زمین حکومتی تشکیل داده که غیر از آقای یونسی هیچ بشری دیگری از آن خبر ندارد؟ به یقین این گونه نیست و منظور از حکومت امروز بنی اسرائیل همان رژیم جلی و کودک کش اسرائیل است که جناب دستیار ارشد رئیس جمهور با گشاد دستی موجودیت آن را احتمالاً بیان که بخواهند و قطعا بدون آنکه بتوانند به رسمیت شمردند. این روزنامه هشدار داده که نگاه علی یونسی نباید به داخل کشور باشد و اگر باشد خطای بزرگ دیگری در کنار سایر خطاهای خیش مرتکب شده است سعید شیرکوان در مقاله در روزنامه آرمان از دولت خواسته که شفاف سازی کند و نوشته طی سالهای گذشته سیستم بانک ایران و مشکلات فراوانی که در آن وجود دارد همواره محل بحث بوده یکی از مشکلات جدی این سیستم معوقات فراوان آن است به گونه ای که بسیاری از برنامه های دولت را با اخلال مواجه کرده اکنون های سیستم بانکی فراتر از 70 هزار میلیارد تومان است و امکان برگرداندن این معوقه به سیستم وجود ندارد و کاری نیست که به راحتی صورت گیرد بیش از 70 هزار میلیارد تومان منابع سیستم بانکی در قالب طرح مسکن مهر به جایی رفته که هیچ اثری در اقتصاد ملی ندارد. به نوشته این استاد دانشگاه خیلی از بانک ها هستند که با معیارهای بانک مرکزی از خط قرمز هم رد شدند و به شدت به بانک مرکزی بدهکارند. این موارد باید بازنگری شود اما همین موارد هم باید به اطلاع مردم برسد خیلی از مردم نمیدانند اکنون بانک ها با چه شرایطی روبرو هستند و وضع کنونی چگونه آنها را دچار مشکل کرده است دولت می تواند برای خارج شدن از این وضع از مردم کمک بخواهد چه ایرادی دارد سیستم بانکی به ویژه بانک های دولتی فهرست تمام کسانی که پول بیت را گرفتند منتشر کند و بگوید برای چه این پول در اختیار آنها قرار داده شده است مقاله آلمان به اینجا رسیده که چون مس... مسئله اموال عمومی مطرح است و پول بانک به بیت المال و مردم تعلق دارد این تصمیمات محرمانه نیست و دولت یا وزارت اقتصاد میتواند با گرفتن مجوزهای لازم آن را در اختیار مردم قرار دهد چرا که به دستور هر کسی که بوده بانک تصمیمی اشتباه گرفته است و تنز ایمان پیربرناش در روزنامه قانون با عنوان من مبقل یعنی بغل کننده نیستم حقوق دانم همانطور که میدانید نزدیکان احمدی نژاد مؤسسه ای تشکیل دادن به نام هما که مخفف هواداران محمود احمدی نژاد است آنها میخواهند یک ستادی هم تشکیل دهند با نام نقی معمولی که همسر و هماست و مخفف نه قلقلی نه فلفری نه مرغ زرد کاکلی هیچکی باهاش بازی نکرده است حالا کمپین بابا پنجلی که مخفف بچه ها امروز برنامه اردو پلنگ دره داریم نیما و علی لباس گرم یادتون نره هم راه افتاده که اعضای این کمپین موضوع خاصی را پیگیری نمی کند و فقط دور همی برگزار می کند. مؤسسات بعدی با نام های بهبود، فریبا، عرستو و چوچانگشون در راه است. روز یک شنبه نیز ایسنا نوشت طرفداران احمدی نژاد به مدیریت غلام حسین الهام به خط شدند و پس از گذشت نه ماه میخواهند مقابل دولت روحانی جبهه بگیرند و بگویند دلواپسند. اینکه چرا دقیقا سر نه ماه میخوان این کار را انجام دهند زیاد مشخص نیست مهم این است که بچه سالم باشد دلواب لقبی است که دوستداران احمدی نژاد برای خودشان در نظر گرفتند که نام جالبی است اما چرا به مدیریت الهام به نظر ما بهتر بود مدیریت این کار را به محسن حاجیلو می سپردن بالاخره او دستش در کار دلواب و بیشتر می توانست به برگزاری این همایش کمک کند در ادامه این مطلب تا جایی که ذهن یاری می کند همایش ها و کمپین های بعدی را معرفی میکنیم همایش آغوش گیرندگان خوشحال این همایش به مدیریت خود احمدی نجات برگزار می شود تا از دولت روحانی انتقاد شود که چرا؟ یعنی یک بغل کردن اینقدر ناز داره آن هم بغل کردن مادری داغدار و دلسوز؟ پاسخ روحانی فردی که بغل می کرد رفته است پاسخ روحانی دو من مبقل بغل کننده نیستم حقوق دانم. کمپین یادآوری بهار به امید این کمپین شغلش را کنار گذاشته و اصلا قصد پیوند میان دو جوان را ندارد یعنی نه آقا امید آن امید است که مد نظر شماست و نه بهار خانم قصد ازدواج دارد بهار بهار معرف دولت پیشین است و مرد بهاری که اسفندیار رحیم مشایی بود امید هم که در دولت جدید همراه با تدبیر خودی نشان داده این کمپین هم در واقع کارهای دولت قبل را به دولت روحانی یادآوری می کند تا این دولت هم کمی موفق باشد البته قرار نیست همان کارها را انجام دهد اتفاقا برعکس است در یک کلام بخواهیم بگوییم همان قضیه لغمان و اینهاست همایش یادآوری ب ز خ و الف میم آ به انصراف دهندگان از دریافت یارانه در این همایش تلاش می شود مردان اقتصادی دولت دولت قبل که اکنون یا کانادا هستند یا اوین را به کسانی که دریافت یارانه از دریافت یارانه انصراف دادند یادآوری کنند هدف تنها و تنها سوزاندن مردم است و سپس می توان کمپین آب را بریز همونجا تشکیل داد و حالا کارتون های امروز کارتون علی رضا پاکدل در روزنامه اعتماد کارتون عبالفضل محترمی در روزنامه جام جم محمد رضا میرشاه ولد روزنامه قانون حارتانه علی رومانی در روزنامه شهر حارتانه عباس و گودرزی در مردم سالاری تاهر شعبانی جهان سنت محمد تهانی روزنامه آرمان کارتون محمد کارگر در خبرگزاری فارس کارتونی از نیکا هنگ کوسر در روز آنلاین کارتونی از احسان گنجی کارتونی از مانان استانی و در پایان کارتونی از توکان یستانی عملیات 14 فرزند آوری بود بررسی روزنامه های دوشنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه همونطور که میدونید برنامه بررسی روزنامه هر روز در صفحه فیسبوک برنامه با آدرس facebook.com slash مرور مطبوعات که براتون زیر نویس هم شد آپلود میشه به این صفحه سر بزنید اون رو لایک کنید و برای معرفی به دوستانتون رو شیر کنید در این صفحه هم به آرشیو بررسی روزنامه ها دسترسی دارید و هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میون بزنید تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش